درود بر شما. چهارم شهریور ماه 1400 خورشیدی و 26 اوت 2021 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به معرفی یکی از دانه درشت‌های دولت رئیسی که از جمله وزیران پیشنهادی بود که تو مجلس هیچ کس در مخالفت باش صحبت نکرد هستن. من اون درجا تایید. پرده آخرم خواهیم داشت آخر برنامه. تا این لحظه که این برنامه رو داریم ضبط میکنیم، آماری که از انفجارهای فرودگاه کابل و اطراف فرودگاه کابل رسیده است و این آمار رو جنرال مکنزی فرمانده سنتکام هم تایید کرده، 70 و چند کشته و از این شمار 12 تا نیروهای نظامی آمریکایی هستند و بقیه مردم غیر نظامی، صدها زخمی، بیش از 70 کشته. دو انفجار انتحاری عرض میکنم تا این لحظه که برنامه رو داریم ضبط میکنیم. تا این لحظه خبری که رسیده دو تا از این انفجارها انتحاری بوده، ظاهرا انفجارهای دیگری هم بوده و پیامد انفجارها تیراندازی به سوی مردم در اطراف فرودگاه و این فاجعه ای که فعلا به وجود آمده در آستانه استقرار حکومت طالبان بر افغانستان. سخنگوی طالبان گفته است که احتمالاً این کارها، این انفجارها کار داعش است و ما، یعنی ما طالبان، با تروریسم مقابله میکنیم. همیشه در جهان امروز دنیای واژگونی ارزش هاست و قورباغه سربالا میره، آب سربالا میره و بله ابو عطا میخونه. ببینید، قبل از هر چیزی یک نگاهی به شرم تاریخ به درون زندان‌های اوین بندازیم. گروهی که دوربین‌های زندان اوین رو هک کردن، دیدین که داره مدام ویدیوهایی از داخل زندان منتشر میشه، در تلویزیون‌های ماهواره‌ای دیدین، در فضای مجازی بسیار دیدین. این گروه اسمش هست عدالت علی، کنایه ای از آنچه عدالت علی میگن، حالا یا علی خامنه ای یا اون چیزی که معروف بین شیعه ها عدل علی. لوگوی این گروه عدالت علی دارین میبینید، یک ترازوی کجه که آخر ویدیوهایی که روی کانالش در تلگرام و اینستاگرام میذاره همون ترازوی کج عدالت علی میاد. بیشتر این ویدیوها مال سال 99 تا اونجا که من دیدم، یعنی زمان قدر قدرتی ابراهیم رئیسی در رأس قوه قضاییه. سازمان زندان ها میدانید که زیر نظر مستقیم رئیس قوه قضایی است. تقدیمی این هفته به ابراهیم رئیسی. یک کشوری اگه نظیر جمهوری اسلامی اینگونه نسبت به زندانیاش توجه کرده، اینقدر زندانیاش از رأفت و رحمت اسلامی بهرمند شدن، از عفو بهرمند شدن، اعلام کنه تو دنیا آمادگی داریم. نسبت به وضعیت زندانها، ما آمادگی داریم زندانهامون رو درشو باز کنیم برای دیدن هر کسی که بخواد در عالم این زندانها رو ببینه، مشهود به این که ما هم هر زندانی رو که تو دنیا اراده کنیم اجازه بدن ما ببینیم. هر زندانی رو که ما اراده کنیم اجازه بدن ما ببینیم. ما آمادگی داریم که زندانی رو در جمهوری اسلامی اون کشور اراده کنه ما نشونش بدیم. بعد معلوم بشه کجا به حقوق انسان توجه میشه، کجا به حقوق بشر توجه میشه. ما به حقوق انسان داریم توجه میکنیم یا اونها؟ چهارشنبه دوم شهریور ماه 1400 خورشیدی، مجلس شورای اسلامی به 18 وزیر از 19 وزیر پیشنهادی رئیسی رأی اعتماد داد. در سه روز قبلش از یک شنبه که نماینده های مجلس در مخالفت با وزرای پیشنهادی در سطح علنی نطق میکردن و خب مثلا چند تا هم میمدن در موافقت با اونا و مخالفت با حرفای مخالفه نطق میکردن، چند تا وزیر پیشنهادی بودن که هیچ کس در مخالفت با اونا حرف نزد و خب دیگه در موافقت هم نطقی نشد، یعنی خب وقت گوهربار نمایندگان مجلس بی خودی گرفته نشد. از اول عرض کردم تایید. یک نفر فقط رأی نیاورد، نمیدونم چرا، حسین باغگلی که قبلا تو هیچ کابینه ای البته نبوده و قرار بود بشه وزیر آموزش پرورش. اول ببینیم که چند نفر از کابینه 19 نفره رئیسی تو کابینه احمدی نژاد هم بودن، یا به عنوان وزیر یا
مدیر کل وزارتخونه یا معاون وزیر و قائم مقام وزارتخونه و اینها. مسعود میرکاظمی، احمد وحیدی، رستم قاسمی، علی اکبر مهرابیان، حمید سجادی، محمد علی زلفی گل، جواد اوجی، محمد مهدی اسماعیلی، عیسی زارعپور، حسین امیر عبداللهیان، 10 نفر، یعنی اکثریت. یعنی به قول یکی از روزنامه‌نگارا که جالب نوشته بود اگه خود احمدی نژاد هم می‌خواست دولت سومش رو تشکیل بده همینا رو می‌آورد. کارنامه دولت احمدی نژاد رو اغلب مردم می‌دونن. حالا قرار این دولت ادامه همون دولت باشه، اون دولت احمدی نژاد. آره، یکی از اینا که از اون دولت پریده تو این دولت رستم قاسمیه که تو دولت احمدی نژاد وزیر نفت بود. اینجا به عنوان وزیر راه و شهرسازی معرفی شده. موقعی که سخنرانی کرد در مجلس در دفاع از خودش، هیچ که به عنوان مخالف عرض کردم حرفی نزد و خب طبعا کسی هم نیومد درباره اینکه این آقا چجوریه به عنوان موافقش حرف بزنه، یعنی عرض کردم مخالف مخالفا حرف بزنه، چون میدونستن اصل این است، میدونستن که ایشون یعنی آقای رستم قاسمی دریادار سپاه، ایشون مورد تایید قطعی پیشواست. پس چی حرف بزنن؟ یعنی رأی‌گیری مجلسیان همون موقع عملا شد و این آقا وزیر شد دیگه. رأی‌گیری روز چهارشنبه نمایش در نمایش بود دیگه. ببینید، 3 روز قبل از نمایش، یک شنبه 30 مرداد، رئیسی یه نطق 30 چند دقیقی 36 دقیقی فکر کنم بود کرد در مجلس در دفاع از وزرای پیشنهادی، شاید در معرفی وزرای پیشنهادی. سعی کرد به هر وزیر پیشنهادی که میرسه یه ویژگی مهم او رو بگه و بگذاره که تو اون زمان فرصت کنه 19 نفر رو معرفی کنه. ویژگی مهمی که رئیسی درباره رستم قاسمی به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی که تو دولت احمدی نژاد وزیر نفت بوده گفت، خودتون بشنوید، این بود. موضوع مهم ما در رابطه با این وزارتخونه ساختن 1,000,000 مسکن در هر ساله، 4 سال 4 میلیون. آقای رستم قاسمی برنامه دارن در این جهت و این برای ما خیلی مهمه که کسی بتونه این وعده دولت رو عملی کنه. بله، همین یک نمونه کافیست که هم به این وعده حق بازانه رستم قاسمی که به دلیل تجربهش تو قرارگاه سازندگی خاتم میدونه که این وعده تو خالیه پی ببریم، هم اول کار این یه دولت، حالا قبلش که میدونستیم، و هم به بیسوادی و ناآگاهی ابراهیم رئیسی. یکی دو نمونه بگم. ببینید، یاشار سلطانی مدیر مسئول وبسایت توقیف شده معماری نیوز نوشته است که ساختن 1,000,000 مسکن در سال فقط نیاز به حداقل 10,000,000 تن میلگرد اضافه دارد، یعنی 2 برابر شدن ظرفیت تولید که اگر تحریم نباشیم 10 سال زمان میبرد. سیمان و سایر مسائلش بماند. مهدی سلطان محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن، به اقتصاد آنلاین میگه با توجه به قیمت‌های روز، ساخت یک واحد مسکونی با میانگین 80 متر به همراه تمام فضاهای مشا حداقل هزینه 600 میلیون تومانی را به همراه دارد، که البته این رقم با توجه به تورم‌های سال‌های آینده به 1,000,000,000 تومان هم میرسد. اگر دولت برای هر واحد 400 میلیون تومان وام در نظر بگیرد، منابع مورد نیاز برای ساخت این تعداد واحد مسکونی به چیزی حدود 400,000,000,000 تومان میرسد که در شرایط کسری بودجه دولت برای تحقق برنامه وعده داده شده چاره جز اخذ وام از سیستم بانکی ندارد، که البته میدانیم سیستم بانکی توان پرداخت چنین پولی را ندارد. تمام این موضوعات در شرایطی است که ما با تورم بسیار وحشتناک روبرویم و در این شرایط تورمی
نرخ بهره اقساط بانکی هم افزایش پیدا میکند، به طوری که اگر این وام ها با این بهره های 17% به پروژه تعلق بگیرد، اقساط هر یک از آنها برای متقاضیان این واحدهای مسکونی به ماهی حدود 10 میلیون تومان میرسد ماهانه، که قطعا مخاطب این پروژه ها که اقشار کم درآمد کشوران توان پرداخت چنین اقساطی را ندارند. خب توضیح نمیخواد دیگه، چون چشمانداز خیلی روشنه. ولی رستم قاسمی که رئیسی میگه برنامه ساخت سالانه 1 میلیون مسکن رو داره، دقیق مولا درزش نمیره، طبق صحبت کوتاهی که در مجلس کرد حواسش فقط به نفت بود و به حمل و نقل. خیلی هم صحبت هست که رستم قاسمی خیلی لابی کرده بود که وزیر نفت بشه، بعد نشد و به دلیل پرونده بابک زنجانی، اینا که حالا بهش مفصل خواهیم رسید. ببینین وقتی به فهرست وزرای پیشنهادی حالا دیگه وزیر شده نگاه میکنیم، میبینیم تخصص یا به کلی وجود نداره یا در حدی هم که هست جا به جا شده. طرف مثلا وزیر نفت بود و حالا بشه وزیر مثلا شهرسازی مثلا، یا مثلا مسعود میرکاظمی که مستقل در برنامه‌های بعدی حالا یک زمانی بهش خواهیم پرداخت، این موقعی که وزیر نفت بود سال 88 تا 90 تو دولت احمدی نژاد، به خاطر سردر نیاوردن از سواپ نفت و گاز و تصمیمات غلط، منافع و قراردادهای نفت و گاز ایران رو به باد داد و یکی از مهمترین تصمیمایی که گرفت تولید بنزین آلوده بود که گازهای میدونید سمی و سرطانزا تولید میکنه، و قضیه خیلی سر صدا کرد که دادسرا احضارش کرد تو مجلس، نمیدونم 94 بود کی بود احضارش کرد تو مجلس. دو بار تو همون دوره 88 تا 90 دو بار طرح استیضاحش مطرح شد وقتی وزیر نفت بود، بالاخره برکنار شد از وزارت نفت 90 که رستم قاسمی شد وزیر نفت و اینها. ببخشید، حالا این آدم رئیسی آورده، کردتش رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، این آدمی که اصلا نمیدونه برنامه چیه، به شهادت لااقل اسناد مجلس که دو بار طرح استیضاحش رو مطرح کردن، اینو رئیس جمهور عد کردتش رئیس برنامه بودجه کشور، سازمان برنامه بودجه کشور. اینا زیادن تو کابینه رئیسی ها که عرض کردم، حالا خواهم گفت. همینجوری اتوبوسی به توصیه محمد مخبر معاون اولش و آقاش امام خامنه‌ای رفقا رو سوار کرده دم مجلس پیاده کرده، برین تو قبولیتون رو بگیریم، بیاین سوار ماشین شیم بریم کار داریم. رستم قاسمی رو که 90 تا 92 وزیر نفت بوده برای وزارت راه و شهرسازی فرستاده تو، رستم قاطی میکنه از وزارت نفت میگه دوباره زمنان ده دستور کار رو نوشتم که روز اولین روزم برای حضور در وزارت نفت با برنامه زمانبندی به مسئولین وزارت ابلاغ خواهم کرد که این را در واقع با یک زمانبندی مشخص اعلام کنم، از جمله ایجاد بانک زمین و موارد مختلف. ده فرمانی است که روز شنبه به وزارت نفت با برنامه زمانبندی ابلاغ جوگیر شده. هرچند بهش میگم بابا وزارت راه و شهرسازی هستی، باز میگه به وزارت نفت فلان، نوشتم وزارت نفت. من قطعا اینو نمیذارم به حساب اشتباه لوپی که خب حرجی نیست و قابل اقماس، شما به حساب هرچی میذارین به منم بگین. کوتاه البته بگم میشه یه حدسی زد دیگه، خوبه حالا داریم با هم حرف میزنیم دیگه، گزارش میدیم دیگه. اینجوری این آدم برنامه‌اش رو قبلا برای وزارت نفت تهیه میکنه، بعد میگن آقا نمیشه بشی وزیر نفت، و خب باید وزیر میشد دیگه، تو اون اتوبوس سوار شده بود تو جمع اونایی که انحرافی نبودن از دولت احمدی نژاد، همشون باید میمدن اینجا، و حالا پرونده‌اش رو صحبت خواهیم کرد. باری این مجبور میشه که این لحظات آخر برنامه‌اش رو عوض کنه فلان، بعد بعضی جا میمونه. حالا من نمیدونم دیگه چه جوری برنامه رو عوض می‌کنه، میمونه چون خیلی راحته دیگه، تکس بورد رو کامپیوتر میتونه سریع انجام بده بره دیگه. باری وزارت راه و شهرسازی
صحبت که میکنه تو مجلس مخصوصا راهش طبق صحبت‌های خود رستم قاسمی هم روشن است که برای جمهوری اسلامی راه و شهرسازی راهش اهمیت حیاتی داره. همه حمل و نقل زمینی و دریایی و هوایی زیر نظر این وزارتخونه است و با توجه به نیاز سپاه پاسداران به اعزام نفر به کشورها، کل جمهوری اسلامی به اعزام نفر به کشورهای منطقه، تروریست به کشورهای هدف، ارسال اسلحه و مواد مخدر به کشورهای دیگه و اصولا قاچاق که به اسم دور زدن تحریما بهش مشروعیت میدن، حمل و نقل به ویژه هوایی و دریایی برای سپاه بسیار مهمه و بسا در اون نقشه به اصطلاح اولویت اقدامات و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی. بنابراین کسی باید در رأس این وزارتخونه باشه که اینش قابل فهمه که تجربه قاچاق و دور زدن تحریم‌ها رو به کمال داشته باشه و رستم قاسمی گزینه خیلی خوبی است در این زمینه. یادمون نره که اساس کمیته‌های تصمیم گیرنده قاچاق کلان و دور زدن تحریم‌ها بیت رهبر معظمه. وقتی کمیته دور زدن تحریم‌های اقتصادی در دولت احمدی نژاد تشکیل شد، کمیته ویژه اقتصادی فلان، افراد اون کمیته رو رهبر بود که تایید کرد و به همین دلیل با دست باز هر تصمیمی رو در حراج نفت ایران اون کمیته گرفت، اجرا کرد و بعد هم هیچ کس کاری به اعضای اون کمیته نداشت. حمایتشون هم کردن تا حالا خواهیم رسید. قرار همون راه حالا رفته بشود. این بار رستم قاسمی رو میذارن نقل و انتقال قاچاق انجام بده. کمیسیون ایشان را شایسته تصدی وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران تشخیص داد. من امیدوارم که بتوانم به عنوان یک سرباز کوچک همه هستیم را بگذارم تا بتوانم جواب رفقای شهیدم بدهم. آنچه که در تجربه دارم برای این مسئولیتی که امروز رئیس جمهور محترم به من اعتماد کرده است، واگذار کرده است، بتوانم در حقیقت همه هستیم را بگذارم تا شرایط حمل و نقل کشور را تغییر دهم. همه هستیت را نمیخواد بذاری، همه دانش و تجربه که میخوای بذاری چیه؟ رستم قاسمی 57 ساله، متولد روستای سرگاه در شهر کوچک اسیر که اسم امروزیش مهر گویا در جنوبی ترین نقطه استان فارس، تنها مدرک مدرسی به اصطلاح و دانشگاهی که داره و همه جا میاره بالا نشون میده، مدرک مهندسی عمران آموزش از راه دور از دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد گرمسار استان سمنان. سال 94 این مدرک رو اشتاد، یعنی زمانی که دریادار پاسدار بوده، ایشون از طریق آموزش از راه دور مدرک مهندسی عمران گرفته. دیپلم هم نداره، چون حالا میگم سنش اصلا چقدر بوده که میاد تو کار. و البته هم شما هم من میدونیم که نیازی به دیپلم و کارشناسی و کارشناسی ارشد و اینا نیست، همینطوری یه ضرب میشه شد مهندس. حالا بخصان از راه دور و مکاتبه که دیگه خب دیگه توجیه پذیر هم هست براشون. انقلاب که میشه، آقای رستم خان قاسمی 14 سالشه. تو زندگی نامش نوشته سال 60 که یعنی 17 سالش میشه عضو سپاه پاسداران میشود و به جبهه میرود. تو قسمت پشتیبانی جنگ بوده و بعد از جنگ میره قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا که بعد از جنگ تشکیل میشه. سال 86 میشود فرمانده قرارگاه خاتم تا سال 90 که میشه اولین وزیر نفتی که مستقیم از فرماندهی قرارگاه سازندگی سپاه آمده. قاسمی در دولت حسن روحانی هم هست با حکم اسحاق جهانگیری به عنوان مشاور معاون اول رئیس جمهور از 25 آبان 1392. این درست بعد از اینکه دولت روحانی تشکیل میشه. حالا هم که در خدمت رئیسی و مخبر. با همه اون گیر و گرفتای ظاهری مسخره‌ای که
دولت روحانی علیه احمدی نژاد ندارم فلان، بعد نام جهانگیری علیه نام رستم قاسمی فلان، اون شما و نفت را به باد دادید. خود این رئیس دوزار رو تو کردی مشاور ویژت از اول دولت بی سر و صدا، همه با همان ها از 90 تا 92 که وزیر نفت دولت احمدی نژاد بود ایشون، همه آنچه در قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه کشته بود اینجا درو کرد. حراج نفت، رونق دلالی، جلو فرستادن آدمای شب مالتی میلیاردر شده مثل بابک زنجانی که تو قرارگاه خاتم از پیش ساخته شده بودند، توزیع میلیاردها دلار بی حساب بین حزب الله و حماس و امثال هم به دستور رهبر که اسمش شد پولهای گم شده فروش نفت و خرید دکل نفتی و غیره و غیره. یک دلیل فرعی آمدن رستم قاسمی از قرارگاه خاتم به وزارت نفت در سال 90 این بود که سال 1389 همزمان با اوجگیری تحریم‌های هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی، قرارگاه خاتم الانبیا و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش ابتدا تحت تحریم آمریکا و سپس در قطعنامه 1929 مورد هدف تحریم‌های بین المللی قرار گرفتن. قطعنامه 1929 یکی از سخت‌ترین تحریم‌ها بود. افزون بر خود قرارگاه و شرکت‌های تابعش، رستم قاسمی فرمانده وقف و سایر افراد مرتبط با قرارگاه خاتم مانند فرماندهان پیشینم معذرت می‌خوام. این سرفه‌های من مال هوای بسیار گرم این استودیویی که راه نفس رو بر ما بسته. ببخشید. یک سال بعدش سال 1390 که رستم قاسمی شد وزیر نفت، تحریم های بین المللی علیهش برداشته شد، چون وزیر بود و بعد مثلا جلس اوپک شرکت میکرد و این داست، تحریم ها برداشته شد. حالا ولی اصولا دولت که در کل عمر جمهوری اسلامی بیشترین تحریم شده ها رو داره همین دولت سید ابراهیم رئیسی سید محرومان، دست کم 6 عضو کابینه ابراهیم رئیسی به اتفاق خود او در فهرست تحریم‌های آمریکا یا اتحادیه اروپا. رستم قاسمی پیشتر در دوره وزارتش در دولت احمدی نژاد از فهرست تحریم‌های بین‌المللی خارج شده بود، اما اکنون به اتفاق احمد وحیدی، عزت الله زرخمی، محمد رضا آشتیانی در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا است. عزت زرخمی در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا هم هست. همچنین محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی هم که از فهرست تحریم شدگان اتحادیه اروپا حذف شده به فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا اضافه شده است. غلام حسین اسماعیلی رئیس دفتر ابراهیم رئیسی هم از کسانی است که از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده. تحریم‌ها اساساً در 3 موضع اصلی دسته‌بندی شدند. یکی فروش و انتقال غیرقانونی نفت، یعنی مغایر با مقررات قطعنامه‌های بین‌المللی. یکی انتقال غیرقانونی اسلحه و تجهیزات موشکی و هسته‌ای، و یکی دیگه تراکنش غیرقانونی پولی و بانکی. نفت گلوگاه مالی جمهوری اسلامی است. سال 1389 که رستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم سپاه، بانک انصار رو تأسیس میکنه تا کار اصلی تراکنش های مالی سپاه از جمله نفت رو انجام بده، در کنار بانکایی که پیشاپیش به دلیل همین نقل و انتقالات غیرقانونی تحریم شدن، مثل بانک ملت مثلا. سال 89 و 90 در این ماجرای بانک ها و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و وزارت نفت به طور کلی در دولت احمدی نژاد و اون دور زدن تحریم ها، بسیار سالهایی است که به اندازه کافی به نظرم روش تحلیلگران یا کسایی که به هر حال دنبال اطلاعات دقیق از وقایع هستند متمرکز روش هنوز کار نکردن، کار نشده. 89 و 90 که همه اتفاقا داره که دارم عرض میکنم اون موقع انجام میگیره و بعد پیامدهاش در جلسات سال 91 به بعد و این است. خب طبق صورت جلسه محرمانه بررسی منابع مالی طرح‌های توسعه‌ای پارس جنوبی که به دست ما رسید همون موقع و ما حدود 7 سال پیش حداقل و همون موقع برنامه گذاشتیم مفصل در افشای این اسناد، کل فروش نفت خام
در اختیار سپانیر سپاه و بعد تاسیسات دریایی که تاسیسات دریایی اساسا دست اطلاعات بوده و هست وزارتی ها که حالا بهش خواهم پرداخت. جهت تسهیلات لازم، جهت برون رفت از شرایط تحمیلی تحریم های جدید، میتونیم یه بار دیگه اگه برگردیم باز اون نامه رو نشون بدیم، دقیقا همین چیزیست که من دارم میخونم، یعنی صورت جلسه بهرمانه بررسی منابع مالی طرح‌های فروش نفت و اینها. جهت تسهیلات لازم، جهت برون رفت از شرایط تحمیلی تحریم های جدید، مقرر گردید شرکت های سپانیر جیم، پاراگراف آخر دارین میبینین شما، مقرر گردید شرکت های سپانیر و شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی بحث فروش نفت خام را از طریق ایجاد بسترهای لازم در اسرع وقت پیگیری کنند و فلان و فلان. حالا سندی رو ببینید که نشون میده که منابع مالی قراردادهایی که تو صنعت نفت و گاز ایران بسته میشه از کجا تامین میشه و به کجا میره. عرض کردم این صورت جلسه بررسی منابع مالی طرح‌های توسعه میدان گاز پارس جنوبی است با مهر فوری محرمانه. این طرح‌های توسعه میدان گاز پارس جنوبی که عرض می‌کنم مهمه به خاطر اینکه دست سپاه، دست قرارگاه سازنده، 70% حداقل دست قرارگاه سازندگی سپاه بوده است. خب این نامه از احمد قلبانی مدیر عامل بخش شرکت ملی نفت به رستم قاسمی وزیر وقت نفت در دولت احمدی نژاد. این سند برای روشن شدن چند موضوع کلیدی اهمیت داره. یک، اینکه این اولین سندی است که نشون میده رسما که نفت ایران، البته رسما و محرمانه، نفت ایران از راه‌های قاچاق فروخته میشه توسط سپاه و نیروی انتظامی و دیگران، به هر حال نیروهای مسلح منظورمه. دو، این سند اجازه میدهد به زیر مجموعه های شرکت نفت مثل نیکو، دفتر خارجی شرکت نفت تو سوئیس، که نفت بفروشن، دور میزنن وزارت نفت، یعنی سپاه، در حالی که تنها مرجع حقوقی و قانونی برای هر قرارداد یا هر شرکت خارجی معاونت امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفته. خب اینا اومدن یه ستاد ویژه اقتصادی درست کردن که مستقیم زیر نظر خامنه ای باشه و به هر کی بخوان ثروت مملکت رو بدن مثلا بفروشه. و عرض کردم همه اتفاقا تو دولت اول احمدی نژاد، تو دولت دوم احمدی نژاد انجام میشه و مستقیما با هدایت و اجازه مجوز خامنه ای. حتی عرض کردم مثلا نیکو که مثلا زیر مجموعه وزارت نفته، رستم قاسمی از قرارگاه سازندگی سپاه میاد در دولت و ارتباط با فروش نفت طریق حتی نیکو رو مثلا به عهده میگیره، خب به اسم وزارت نفت ولی در واقع سپاه. هیچ وقت نداریم، هیچ کاری هم ندارم، تو این برنامه قاطی پاتی میشه که بخوام دعوای اطلاعات سپاه با وزارت اطلاعات بگم سر نفت و این داستان. باری آنچه که نتیجهشه اینه که داریم میبینیم و دارم عرض میکنم. رستم قاسمی از سال 1386 تا 90 فرمانده قرارگاه خاتم بود که زیر مجموعه سپانیر. تو اون دوره بابک زنجانی رو شناخت، به دیگران شناسوند و تا تونست سوء استفاده از این جوان جویای دلار کرد و بعد هم علی رغم اینکه خیلی ها فکر میکردن دورش انداخته، ترشیش انداخت برای روز مبادا که همین دوره دولت رئیسی. ایران وایر یکم خرداد 1400 نوشت بر اساس خبری که از طریق یک منبع موثق به ایران وایر رسیده، بابک زنجانی که حکم اعدامش در تاریخ 16 اسفند 94 صادر شده بیش از 2 ماه است که در زندان حضور ندارد و در ویلای شخصی خود در لواسان تحت نظر است. یعنی 5 سال و نیم بعد، 5 سال و 2 ماه بعد از اینکه حکم اعدامش صادر شده، طبق نوشته ایران وایر آقا بیش از 2 ماه است که در ویلای اصلا زندان نیست. خب 30 مرداد 1400 یک منبع مطلع که پیشتر خبر زندگی بابک زنجانی در ویلای لواسان به جای زندان را در اختیار ایران وایر قرار داده بود میگوید که زنجانی دوباره به زندان بازگردانده شده، اما به او وعده دادند که با استقرار کابینه ابراهیم رئیسی در پاستور او مجددا از زندان راهی ویلای لواسان میشود. به نظر میرسد با توجه به رویکرد دولت ابراهیم رئیسی درباره مذاکرات هسته‌ای و اینکه محمد مخبر معاون اول
دولت رئیسی چند روز پیش اعلام کرد که بعید می‌داند مذاکرات به نتیجه برسد، دولت رئیسی راه دولت احمدی نژاد را در پیش خواهد گرفت. دور زدن تحریم‌ها در همه زمینه‌ها. اینجاست که شاید اعدام نشدن بابک زنجانی و باز نگرداندن پول‌ها به خزانه عجیب به نظر نرسد. حتی شاید در روزها و ماه‌های آینده بابک زنجانی به جای زندگی مخفیانه در ویلای لواسان سر از جلسات مشورتی دولت برای راه‌های دور زدن تحریم‌ها هم در بیاورد. درست قبل از صدور حکم اعدام بابک زنجانی به اتهام دزدیدن، خلاصه مطلب، دزدیدن نزدیک 3 میلیارد دلار پول به قول آقایون بیت المال، درست قبل از صدور حکم اعدامش بابک جعفری دولت آبادی، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان وقت تهران گفت هیچ پولی از بدهی های بابک زنجانی واریز نشده و فرداش حکم اعدامش صادر شد. بعدم گفتن یک پنجم بدهی هاشو گرفتیم ولی بقیهشو نداده. همون بدهی هایی که زنگنه وزیر نفت روحانی گفت 2,800,000,000 یورو، یعنی پولی که از فروش نفت باید بابک زنجانی به خزانه میداده، به دولت میداده. ما منتظر صدور حکم هستیم. به وزارت نفت هم با توجه به کاراتی که متهم به ما داده در اوایل دستگیری اجازه فروش اموالش دادیم، اما اموالش تکافو نمیکنه و امیدواریم که در حکم که صادر میشه راهکارهایی برای جبران الباقی اموال پیش بینی میشه. تا اونجایی که من اطلاع دارم و پیگیری کردیم تا حالا پولی واریز نشده. کجا رفته این پول که میگن هیچی پرداخت نشده، پولی واریز نشده؟ 2,700,000,000، بیشتر 2,700,000,000 دلار پول بیت المال، یعنی یه چیزی حدود 10,000 میلیارد تومان، بیش از 8,000 میلیارد تومان پول. چی یعنی چی پولا رو بردید؟ هیچ جوری قابل ردیابی نیست این پول. آقای من چرا قابل ردیابی؟ ایشان که تنها نبوده. آقا مگه میشه یه نفر تنهایی چنین کاری رو بکنه؟ مگه میشه یه نفر تنهایی چنین کار بزرگی رو بکنه؟ این اموال بیت المال تنهایی بخوره و بره. خب کیا با این خوردن با هم دیگه؟ تو همون دوره ای که زنگنه داره دربارش حرف میزنه، شرکت تاسات دریایی که از زمان رفسنجانی تا حالا دست وزارت اطلاعات سپاه دست به دست شده، عرض کردم که این برنامه مفصلی گذاشتم که دیگه خسته کننده شده براتون احتمالا، حجم پروژه هاش شرکت تاسات دریایی بر اساس نامه علی طاهری مطلق مدیر عامل وقت تاسات دریایی به بیژن زنگنه از 2.5 میلیارد دلار به بیش از 9 میلیارد دلار رسیده. و چقدر زده و برده شد این وسط؟ فقط یه قلمه 6 میلیون دلار خرد، پول خرد، دکل پرل، یکی از این دکل ها 60 میلیارد دلار. ببخشید، معذرت میخوام، من گفتم 6 میلیون، نه 60 میلیون. 60 میلیون خواره دیگه، از دونی میلیارد دلار وقتی که در نامه علی طاهری ملتق مدیر عامل سابق تاسات دریایی به بیژن زنگنه می نویسه که از 2.5 میلیارد دلار به بیش از 9 میلیارد دلار رسیده حجم پروژه های تاسات دریایی، این وسط یه قلم 60 میلیون دلار که گفتن قیمت دکل پرل بوده، یکی از دکل های گم شده، یه قلمش اینجوریه. حالا چون اون فقط حجم پروژه هاست و چقدر این پولایی که میگیره برای انجام پروژه هاش از جمله خرید دکل ها از طریق واسطه و فلان و اینا همه توش محسوب میشه دیگه. به همین دلیل اون 60 میلیون دلار رو باید حساب بکنیم که جزء این 2.5 میلیارد دلار و 9 میلیارد دلار بعدی. باری این حیف و میل سرمایه مردم بدبخت به اجازه کی انجام میشه؟ به اجازه کی؟ آقای رستم قاسمی در چهارمین جلسه دادگاه بابک زنجانی متهم ردیف دوم پرونده مهدی شمس‌زاده گفت سال 90 وزیر نفت وقت رستم قاسمی از بابک زنجانی تقدیر و تشکر کرده و اسناد آن هم موجود است. این یعنی رستم قاسمی به زنجانی اعتماد داشته است
وزیر زنجانی را از زمانی که در قرارگاه خاتم بوده میشناخته. با اعتماد شخص وزیر نفت به زنجانی، ببخشید، با اعتماد شخص وزیر نفت به زنجانی فروخته شده است. من قبلا هم گفته بودم که بابک زنجانی برای قرارگاه خاتم طبق گفته خودش در دادگاه همینو گفت که من برای قرارگاه خاتم دکل خریدم و عرض کردم، تو هم تو دادگاه اینو گفت و هم پیش از زندان رفتنش گفت آشناییم با سپاه زمانی شروع شد که قرارگاه خاتم میخواست فوری میلیون ها دلار رو جابجا کنه، میلیون ها دلار رو جابجا کنه و امکانش رو نداشت. من با روابطی که تو کشورهای دیگه داشتم این کارو براشون انجام دادم. غلام حسین محسنی اجهی، سخنگوی وقت قوه قضاییه و رئیس فعلی آن، روز 14 مهر 1393 از تحقیق از سه وزیر و رئیس بانک مرکزی دولت احمدی نژاد در رابطه با پرونده بابک زنجانی خبر داده بود. امیر عباس سلطانی نماینده وقت مجلس 10 مهر 94 در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود بابک زنجانی در جلسه کمیسیون انرژی مجلس گفته است وزیر سابق آقای رستم قاسمی من را به محلی دعوت کرد، در آن روز وزیر نفت با سه وزیر دیگر و به همراه رئیس کل بانک مرکزی جلسه ای داشت و پس از پایان آن جلسه بیرون آمد و به من که پشت در اتاق جلسه بودم گفت شما می توانید یک قرارداد نفتی ببندید. یعنی در واقع تو جلسه داشته اونا رو قانع می کرده و بعد میاد بیرون میگه برو ببند. 13 مهر 94 و در جلسه سوم دادگاه نماینده دادستان میگوید متهم ردیف اول موفق به اخذ مصوبه در 7 تیر 91 از سه وزیر دولت احمدی نژاد و رئیس سابق بانک مرکزی می شود. بابک زنجانی با مهدی شمس‌زاده و حمید فلاح هروی، هر دو اطلاعاتی سابقاً اینا، با مشارکت در عملیات متقلبانه 2,700,000,000 یورو از شرکت نفت کلاهبرداری می کنند. اینا دیگه حرفای روشن دادستان دادگاه بابک زنجانی است که فقط یکی از این جلساتش از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. این فیلمی هم که همه جا هست مال همون یه جلسه است. هیچ کدوم جلساتش، جلسات علنی دادگاه بابک زنجانی، فقط یکیش علنی، بقیه هیچ کدوم پخش نشد. خب مهدی شمس‌زاده، اشاره کوتاهی بکنم این دو تا اسمی که گفتم، همه و حمید فلاح روی. مهدی شمس‌زاده نماینده بابک زنجانی تو خارج از کشور بود و برای مثال اونور ایر ترکیه سهامش به اسم بابک زنجانی و مهدی شمس. فلاح هروی همون کسی است که تفاهم نامه واگذاری 138 شرکت سازمان تامین اجتماعی رو به نیابت از بابک زنجانی با سعید مرتضوی امضا کرد و عرض کردم هر دو از اطلاعاتی های سابقه. حالا وزارت اطلاعات میگه مثلا ما شمس، مهدی شمس رو اخراج کرده بودیم. مثلا ولی آزادن، هیچ حالا برسیم من حکم داد کنم درباره شون. الان کوتاه بگم به بابک زنجانی 6 ماه زندان دادن، به اونا زندان های طویل مدت دادن که البته به ستاشون اول اعدام دادن، بعد به اونا زندان طویل مدت دادن که یک روز هم زندان نرفتن. درباره ماجرای دکل هم همین طور شد که 6 ماه فقط به شمس دادن که اون 6 ماه هم زندان نرفت. حالا باری جلسه 7 تیر 91 در بانک مرکزی بود، اون جلسه ای که صحبت می شود که و سندش هست که امضای سه وزیر و محمود بهمنی رئیس وقت بانک مرکزی مجوز فروش نفت به بابک زنجانی، همون که اتاق میاد بیرون میگه برو ببند. در آن جلسه بابک زنجانی به همراه فلاح روی در بانک مرکزی حضور داشتند و متاسفانه به واسطه همان مصوبه بانک FIIB مالزی مجوز واریز پول‌های نفتی را دریافت می‌کند. این بانک متعلق به بابک زنجانی است. فردی به متهم و یکی از معاونان وقت وزارت نفت اعتراض می‌کند که چرا درآمد حاصل از فروش نفت به حساب مذکور واریز می‌شود و متهم ردیف اول یعنی بابک زنجانی به همان مجوز استناد می‌کند و وزیر نفت رستم قاسمی هم بر صحت آن مهر تایید می‌زند. اینا صحبت هایی تو دادگاه مطرح شده. مصوبه 7 تیر 91 با امضای حسینی وزیر اقتصاد، قزنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، رستم قاسمی وزیر نفت و محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در دولت دهم
به بابک زنجانی داده میشه. نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست گفت کلاهبرداری از شرکت نفت را باید دوره انفجار سرمایه بابک زنجانی خواند که این دوران مربوط به سالهای 91 و 92 است. در این دوران وزیر نفت سابق رستم قاسمی متهم ردیف اول یعنی بابک زنجانی را به عنوان سرمایه گذار تأیید میکند. عرض کردم سه سال 90, 91 و 92 تعیین کننده است در به قول نماینده دادستان انفجار سرمایه بابک زنجانی. سال 90 بابک زنجانی یک بانک سوری درست میکنه تو مالزی، همین بانک FIIB که صحبتش هست، با 10 میلیون دلار سرمایه که بعد میخواد از طریق این بانک 2,800,000,000 یورو بفرسته به بانک مسکن در ایران، یعنی اینجوری تراکنش مالی ایجاد کنه. بعدم میرسه به ماجرای تحریم‌ها که خواهم گفت، یعنی بانکی که سرمایه‌اش 10 میلیون میخواد نزدیک 3 میلیارد دلار رو جابجا بکنه. پایه شوق بازی ببینید، وقتی من میدونم الان هم دارم بعد از چند سال 91 دیگه تا الان بعد از 9 سال دارم براتون میگم، قبلا البته در برنامه قبلی هم گفتم در سوالهای گذاشتم، به هر حال وقتی اینو من میدونم شما میدونید بی تردید هم وزارت اطلاعات در سیستم امنیتی جمهوری اسلامی همشون میدونست. حالا سال 91، سال 90 اون بانک رو تأسیس میکنه، سال 91 سه تا وزیر، این چیزایی که دارم میگم معذرت میخوام، همزمانش کنید با آمدن رستم قاسمی از قرارگاه خاتم به وزارت نفت 90 تا 92 ها. سال 90 آقای بابک زنجانی بانک FIIB مالزی رو تو مالزی تأسیس میکنه. سال 91 سه تا وزیر به اضافه رئیس کل بانک مرکزی وقت بهش مجوز فروش نفت میده. سال 92 قشم ای رو از سپاه پاسداران میخره و یه سری پروژه از سپاه میگیره، پروژه های ساختمانی راهسازی کنن، پروژه ایران زمین، پروژه ونک و اینا. و همون سال هم در اون قیل و قال اختلاف باندی خورده مافیاهای احمدی نژاد و لاریجانی میندازنش زندان. بابک زنجانی و شرکاش پولهایی رو که میره به حساب بانک سوریش در مالزی به اسم FIIB پس نمیده، نزدیک 3 میلیارد دلار، میگه تحریم شدم و دیگه نمیتونم پولی جابجا کنم. بعد یعنی خواسته همشون محکم کاری بکنه، در حالی که البته نه اینکه بگم اون خواسته، همشون با هم دیگه رستم قاسمی و غیره و غیره. مگه میشه رستم قاسمی آدمو تایید بکنه بعد این آدم تنهایی بره 3 میلیارد دلار بخواد بخوره؟ حالا من زندان درش بیارن بگن خب وایس حالا بعدا میخوان دوباره باید کار بکنی، سود داره براشون. میگه تحریم شدم نمیدم پول رو، نمیتونم بدم، در حالی که غلامرضا صادقی قهاره وکیل شرکت HK در هشتمین جلسه دادگاه بابک زنجانی گفت بر اساس گزارش سازمان بازرسی اینکه سه وزیر و رئیس وقت بانک مرکزی بانک FIIB را بدون شناخت کامل به رسمیت شناختند، البته یک کار غیر منطقی بوده و با وجود اینکه 26 مرداد سال 91 زمان سررسید اعتبار اسناد بوده و بابک زنجانی دوم دی ماه سال 91 یعنی بیش از 4 ماه بعد از سوی اتحادیه اروپا تحریم می شود، اما همواره به عمد در پرداخت پولها تأخیر میکرد و پس از تحریم هم گفت که چون تحریم شده نمیتواند پولی پرداخت کند. خب این خرابکاری، دزدی، کلاهبرداری، حیف و میل بیلتون، هر چه اسمشو میذارین، این به وسیله مجموعه ای از خانواده خامنه ای، بیت رهبر، سپاه پاسداران و دولت احمدی نژاد انجام شد که ادامهش هم عرض کردم با همه آقای رستم قاسمی میره توی مشاورت ویژه معاون اول آقای روحانی، یعنی همین رستم قاسمی گفتم میشه مشاور اسحاق جهانگیر. نمیشه و نمیشد جمعش کرد اینو، تمام نظام مقدس درگیر این کثافتکاریه. اما اگه کسی شک داره که رستم قاسمی در چپاول 2 میلیارد دلاری دو نزدیک 3 میلیارد دلاری نفت ایران تعیین کننده بوده نقشه‌اش، کافیه یه نگاهی بکنیم به فقط یکی از پاسخ‌های رسمی وزارت نفت دوره روحانی زنگنه که گیر داده بود این ماجرای بابک زنجانی به یکی از مصاحبه‌های رستم قاسمی. زنگنه هم گیر داده بود که برای اینکه
گندکاری‌های خودش در ارتباط با به ویژه کرسنت و اینها دیگه مطرح نشه. حالا این باجدهی این میگم خورد مافیا. باری دهم خرداد 96 پاسخ رسمی وزارت نفت به مصاحبه‌های رستم قاسمی، اینشو میخونم: ایشان اگر نگران بیت المال هستند خوب از پاسخ دهند به استناد کدام دلیل منطقی در دوره وزارتشان بیش از 2 میلیارد دلار نفت خام را که مستاق تام بیت المال مسلمین است به بابک زنجانی واگذار کردند تا آن را ببلعد. چطور گم شدن دکل نفتی را به مسئولیت خود مربوط نمی‌دانند در حالی که حراست و حفاظت از دارایی‌های کشور وظیفه مسلم ایشان به عنوان مسئول ارشد صنعت نفت بوده است؟ فقط 2 میلیارد و 700 میلیون دلار فروش نفت نیست که با همت رستم قاسمی دور از چشم مردم جابجا شده، هنوزم میگن نیست. افزون بر این پول فروش نفت خام، میلیاردها دلار پول دکل همین وسط جابجا شده و میگن گم شده یا ندادن بهمون، که زنگنه میگه بیش از 30 تا دکل. یکی از این دکل ها که خیلی معروف شد دکل فرچن بود یا هست، کوتاه بگم داستانش، یه قرارداد به قیمت به ارزش 87 میلیون دلار در تاریخ 6 تیر 91 یعنی دوره وزارت نفت رستم قاسمی بین شرکت تأسیسات دریایی و شرکت دین در امارات، شرکت اماراتی دین امضا میشه. علی طاهری مطلق از سال 89 تا اواخر 92 مدیر عامل تأسیسات دریایی است، به عنوان مدیر عامل مسئولیت داره. سال 97 در پرونده دکل گم شده به 3 سال زندان محکوم شد به دلیل خیانت در امانت. خب سال 97، سال 98 کمتر از یه سال بعد شرکت توسعه کسب و کار حکیم رو تأسیس میکنه. تا همین امروز عضو هیئت مدیره این شرکته که وظایفش از شیر مرغ تا جون آدمیزاد تعریف کرده. از جمله براتون میخونم کوتاه: خرید و فروش و اکتساب انواع فناوری‌های نرم و سخت در تمامی زمینه‌های صنعتی خدماتی عمرانی، هم از حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاه، انرژی، آب، برق، نیروگاه، تأسیسات، ساختمان، حمل و نقل درون شهری، حوزه سلامت، اجهزه پزشکی و سایر حوزه‌های صنعت و معدن و تجارت در داخل و خارج از کشور. یعنی چی؟ یعنی همون شغل شریف قاچاق تجهیزاتی که قبلا در ریاست سازمان تأسیسات دریایی انجام میدادیم آقای علی طاهری مطلق، همونا رو داره توی شرکت به اسم شرکت توسعه کسب و کار حکیم انجام میده. سال 97 این آدم به 3 سال زندان محکوم شد، درست؟ سال 98 این شرکت رو تأسیس کرد. هیچ وقت زندان نرفت. رد مال یا برگردوندن 87 میلیون تومان پول دکلی که خورده شد اصلا تو حکم دادگاه نیست. دادگاه قاضی اصلا ننوشته که 87 میلیون دلار اینایی که شماهایی که متهم هستین که نمیدونم مسئولیت داشتین و مسئولیتتون رو خوب انجام ندید یا اون دوزا فلان بهمان بعد این بیارین، اصلا صحبت رد مال نیست. خب شمس عرض کردم تو این پرونده است به 6 ماه زندان محکوم میشه که اصلا زندان نمیره. آقای علی طاهری ملتق رئیس مدیر عامل سازمان تأسیسات دریایی 3 سال که گفتم دیگه، حالا ما به اون پرونده کاری نداریم، قبلا مفصل درباره پرونده های دکل گم شده برنامه عرض کردم داشتیم. بیژن نامدار زنگنه با اشاره به پرونده دکل های نفتی در دولت احمدی نژاد گفت قرارداد 30 دکل شامل 20 دکل خشکی و 10 دکل دریایی در یک شب با ترک تشریفات مناقصه منعقد شد. انعقاد قرارداد تمامی این دکل ها توسط یک فرد انجام شد، یعنی اون علی طاهری مطلق مدیر عامل وقت تأسیسات دریایی. دفتر احمدی نژاد به صورت مکتوب دستور داده که این اقدامات توسط این فرد انجام شود. دفتر احمدی نژاد اون موقع که ستاد ویژه تصمیمات اقتصادی بود و میگم دور زدن تحریم ها و همین قرارداد بسته میشه، این ماجرای دکل ها و اینا میگه در یک شب آقای زنگنه، یعنی کیه؟ یعنی رستم قاسمی. و احمدی نژاد میگه آقا این کار بکن. حالا ببینیم رستم قاسمی که وزیر نفت دولت دوم احمدی نژاد بود، او درباره ماجرای دکل ها چه میگه؟ در مورد بحث دکل حفاریه که در واقع به من دکل گم شده مطرح کردن، این دکل متعلق به یکی از شرکت هایی است که
در واقع پیمانکار وزارت نفت بود و سهامدار عمدهش بنیاد تعاون ناجار و ناجا و شرکت های صندوق بازنشستگی نفت بود. برای این چه ربطی به وزارت نفت یا به دولت گذشته ارتباطی نداشته، یه شرکتی است به علاوه یه اتفاق براش افتاده، یه عده‌ای هم واسطه بودن که اینها الان کاملا برای سیستم قضایی کشور شناخته شدن و این پرونده در حال بررسی است. فرموندن نگه اصلا ربطی به وزارت نفت نداره، دروغ میگه دیگه، میگه شرکت پیمانکار بود و دیگه اون شرکت نیست. شرکت تأسیسات دریایی شرکت پیمانکاره، 51% مال صندوق بازنشستگی نفت، 46% مال بنیاد تعاون نیروی انتظامی، 2-3% مال پرسنل وزارت نفت. رئیس شرکت تأسیسات دریایی حتی معاونها و مشاوراش از روز اول از سال 72 که تشکیل شد تا حالا همیشه وزیر نفت تعیین کرده. یعنی همین آقای طاهر مطلق که اون موقع علی طاهر مطلق که از 89 تا اواخر 92 مدیر عامل تأسیسات دریاییه، ایشون از آدمای زیر نظر در واقع رئیس مستقیمش که رستم قاسمی است. میگه اصلا اون یه شرکت پیمانکار بود، تموم شد اینا. تأسیسات دریایی که مال شرکت نفته نزدیک به 70% از ساخت و نصب بخش دریایی پروژه های در دست اجرای پارس جنوبی رو بر عهده دارد. همه این دزدی‌های کلان با دستور مستقیم رستم قاسمی به عنوان وزیر نفت و البته عرض کردم وزارت اطلاعات نقش بسیار مهمی داشته همیشه در تأسیسات دریایی و همکاری یعنی رستم قاسمی با مصلحی وزیر اطلاعات احمدی نژاد تو این سالها انجام میشه. همون سال 91 خیلی جالبه، مدیر عامل تأسیسات دریایی نامه می نویسه به مصلحی وزیر اطلاعات محبوب رهبر و از کمکاش قدردانی میکنه. این نامه شه دیگه، نامه مفصل چاپلوسانه ای هم هست و مثلا نیمه گزارشی هم هست. حالا من چرا اینا رو میگم، این قسمت مربوط به وزارت اطلاعات، چون وزیر اطلاعات و وزیر نفت و این هی خوب یادآوریش، اینا رو با چند وزیر دیگه که در برنامه حالا برنامه دو هفته پیش اشاره کردم در معرفی دولت رئیسی و در برنامه آتی هم باز برخواهیم گشت به این موضوع بسیار مهم. اینا رهبر معظم تعیین میکنه، دولتی در واقع مفهوم دقیق کلمه وجود نداره. گزارش های مستقیم از این دو وزارتخونه به ویژه و وزارت خارجه هم از جمله نفت، اطلاعات، خارجه، اینا مستقیم میره برای رهبر. و آقای محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر یه بار فرمودن بعضی وقتا رهبر در هفته دو بار گزارش میگیره از این وزارتخونه ها. بنابراین مجوز وزیر اطلاعات و وزیر نفت یعنی مجوز رهبر، به ویژه که برادر کوچکی رهبر معظم بیش از 20 سال است که مسئول نظارت بر قراردادهای نفت و گاز کشور و سید حسن خامنه ای رئیس بازرسی وزارت نفت است. ایشون به همین دلیل که هیچ کس پس از ستاد ویژه اقتصادی که در واقع ستاد ویژه دور زدن تحریم است و دوره احمدنژاد زیر نظر رهبر تشکیل شد و مملکت رو به تاراج برد، هیچ کاری نداره، نمیتونه داشته باشه تا پیشوا سرش رو زمین نذاشته. تاییدیه بابک زنجانی به امضای 4 وزیر دولت احمدنژاد رسیده بود، آن هم در شرایطی که به گفته 4 مقام دولت، آن هم در شرایطی که به گفته امیرعباس سلطانی زنجانی پیشتر 15 پرونده باز تخلف در محاکم داشته و همه او را نه به عنوان یک تاجر که به عنوان یک بدهکار و کلاهبردار میشناختند. اینو رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس دوره قبل مجلس میگه ها. کمیسیون برنامه بودجه در موضوع درآمدهای ارزی دولت پیگیر پرونده بابک زنجانی شده تا بتواند جزئیات تازه پرونده به دست آورد. در همین زمینه رستم قاسمی وزیر نفت در نامه‌ای به کمیسیون برنامه بودجه مجلس تأکید کرده که از جزئیات معامله با زنجانی بیخبر است. امیرعباس سلطانی عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی میگوید چطور آقای قاسمی چنین حرفی زده؟ شاید ایشان نامه تایید بابک زنجانی را فراموش کرده، اما امضای شخص رستم قاسمی در کنار وزیر وقت اقتصاد و دارایی، وزیر صنعت و معدن، معاونت راهبردی ریاست جمهوری و رئیس بانک مرکزی مستند شده. نسخه اصلی این نامه هم موجود است. چطور وزیر نفت کسی رو تایید میکند و از جزئیات معامله وزارتخانه مطبوعش با او بیخبر است؟ همین تأسیسات دریایی که عرض کردم.
یکم اسفند 94 امیرعباس سلطانیفر عضو کمیته رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در مجلس میگوید ایراد اساسی و اشکال بزرگ دادگاه بابک زنجانی از همان روز اول این بود که به پرونده حدود 12 نفری که امکان انجام این تخلف‌ها را برای زنجانی فراهم آورده و همگی در سطح وزیر و معاون وزیر در دولت قبل فعالیت می‌کردند ورود نکرد و حامیان زنجانی را نادیده گرفت. گرفت چیه؟ اینا نادیده گرفته نشدن. تحقیقات قضایی هم مثلا ازشون شد ولی فقط برای خالی نبودن عریضه شد. همه این نماینده‌های سابقی که در باره ارتباط پرونده بابک زنجانی با رستم قاسمی حرف زدن در سالهای گذشته و البته بعدن شورای نگهبان رد صلاحیتشون کرد و دیگه نتونستن نماینده بشن یا در خوشبینانه ترین حالت نمیدانند یا در واقع بینانه در حالت واقع بینانه بگیم آدرس رو عوضی میدن میشه ندونن. همون سال 94 در جریان محاکمه بابک زنجانی فاش شد که دانه درشترین فرمانده سپاه که تحقیقات از او آغاز شده سردار قاسمی وزیر نفت دولت احمدی نژاد است. در یادار سپاه قاسمی، رستم قاسمی، فعلا حساب او در بانک‌های کشور برزیل کشف شده است. از این حساب با 3 امضا امکان برداشت و انتقال وجود دارد. موجودی این حساب تا 11 میلیارد دلار برآورد شده که طی چند سال و تحت پوشش دور زدن تحریم‌ها منتقل شده است. این پول نیز از طریق ترکیه به برزیل انتقال داده شده که بعداً تا حدی روشن شد که رضا زراب و هالت بانک ترکیه تو این قضیه نقش داشتند که هم رئیس هالت بانک هم رضا زراب به اتهام دور زدن تحریم ها برای جمهوری اسلامی تو آمریکا گرفتنشون مدت زندان بودن و اینها که حالا کاری نداریم اون داستان های دولت ها. 10 مرداد 94 تو نامه‌ای که بابک زنجانی از درون زندان به نمایندگان مجلس نوشت به صراحت گفت آقایان من یک دستگاه حفاری دریایی خریداری کردم، آقایان من به قرارگاه خاتم الانبیا سپاه بیش از 200 میلیون یورو پول قرض دادم و 2 سال طول کشید تا آن را پس گرفتم و کماکان 30 میلیون یورو طلبکارم. بدهکارش همین رستم قاسمی است، فرمانده وقت قرارگاه خاتم. باز میخواد همین بابک زنجانی رستم قاسمی بیارتش و این چرخه با شتاب بیشتر ادامه پیدا کنه. جمهوری اسلامی که پایه و مایه حکومتش بر مبنای ایدئولوژی حکومت جهانی اسلام یعنی دشمنی با غرب و بحران سازی در کشورهای دیگه گذاشته، یه عده آدم داره که کارهای مهمی در جهت پیشبرد این خط و این ایدئولوژی انجام میدن. این آدم‌ها رو به هر طریقی که بتونه محافظت میکنه، وگرنه کاراش طبیعتاً لنگ میمونه. رستم قاسمی یکی از این آدم‌هاست که به دلیل قرارگاه خاتم و پیش و پس از اون در قاچاق کلان سپاه پاسداران و به ویژه نفت نقش مهمی داشته. به همین دلیل است که می‌خواستن بگیرنش، آقا دستور داد اصلا سراغش نرین. الانم که قابش گرفتن تو دولت رئیسی و ادامه ماجرا. بریم پرده آخر. ابوبکر رو منبر به مردم گفت به روبا گفتن شاهد شب و روزگار خوش.